در این خصوص صحبت کوتاهی داریم با آرش هنرور شجاعی، پژوهشگر دینی و فعال و تحلیلگر سیاسی از برلین. سلام و عرض ادب خدمت شما. آقای هنرور، به نظر شما آمار بالای مرگ و میر در مراسم حج امسال در عربستان سعودی امری عادی است یا حکایت از بیکفایتی دولت عربستان دارد؟ با عرض سلام و ادب خدمت شما و دستاندارکاران شبکه و این برنامه وزین و عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان و بینندگان. ببینید، اولا که مسئله کلن مشکلات اقلیمی و بحران اقلیمی که در همه جهان وجود داره و افزایش دما در همه جهان و همه کشورها امری طبیعی مسلم و غیر قابل انکاره. در این حال خب موعد حج، موسم حج چیزی نیست که قابل جابجایی باشه. دولت عربستان به هر حال پیشبینی این مسئله رو کرده بود و هشدارهای لازمه رو داده بود، هم نهادهای دولتی عربی هم هواشناسی عربستان سعودی هشدار دادن، از حجاج خواسته بودن که در روزهای خاصی در ساعات خاصی حضور نداشته باشند، در فضای باز بیهوده نمانند الا در غیر ضرورت و حتما آب آشامیدنی و لوازم لازم رو به همراه داشته باشند. و در این حال مواردی که پیش آمده، هر سال این مسائل پیش میاد و مسائل گرمازدگی و فوت بر اثر گرما و زیانهای دیگه سلامتی ناشی از اونها یک امر جدیدی نیست و هر سال رخ میده، حالا بعضاً بر اثر گرما، بعضاً ازدحام. و این موارد درسته که طبیعی هست و امر جدیدی نیست، ولی در این حال من تصور میکنم که اگر یک دولت غربی و اروپای متصدی این امر بود، قطعاً تمهیداتی میاندیشید که همچین اتفاقاتی هرچه کمتر بیفتند. و تصور نمی کنم که افکار عمومی غرب، اگر مثلا یک همچین امری، یک همچین مراسمی در غرب بود، اجازه میداد که یک همچین تلفاتی به وجود بیاد. سپاس از شما. خواهش آرش هنرور شجاعی، پژوهشگر دینی و فعال و تحلیلگر سیاسی که از برلین دعوت ما را پذیرفتند.